با یک ویدئو دیگه از کانال دلتا میدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. افرادی که به غزال شاکور اتهامات جنسی زدند و همچنین افرادی که گفتند چرا پدر و مادر غزال شاکور رضایت ندادند. اگر علاقه من به دیدن این ویدئو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدئوهای جدید ما مطلع بشید. آرتین عبدالعالی بعد از اجرای حکم قصاص آرمان برادرش، یک پیج اینستاگرامی رو ایجاد کرد و شروع کرد به افشاگری بر علیه خانواده شاکور. آرتین با انتشار یک لایو و چند استوری از حقایق ناگفته‌ای بین غزاله و آرمان گفت. دوستان عزیز، ما سعی کردیم افشاگری های پدر و برادر آرمان و همچنین پسرخاله غزاله شاکور رو در چند ویدیوی مجزا برای شما عزیزان تهیه کنیم که شما دوستان عزیز میتونید به کانال یوتیوب ما مراجعه بکنید و هر کدوم از اون ویدیوهایی که راجبش صحبت کردم، افشاگری های پسرخاله غزاله، افشاگری های پدر و برادر آرمان رو در قسمت های مختلف ببینید و لطفا نظراتتون رو راجب افشاگری های خانواده عبدالعالی و خانواده شاکور در قسمت کامنت ها حتما بنویسید. آرتین در پیج اینستاگرامی که مختص حقایق ناگفته ماجرای آرمان و غزاله است، یک سری از کامنت های مخالفان و موافقان غزاله و آرمان رو در واقع استوری میکنه که یکی از افراد مشهوری که در واقع در فضای مجازی و در واقع در شبکه های ماهواره‌ای به خصوص شبکه من و تو هم حضور چشمگیری داره، خودش هم سالهاست در برنامه من و تو اعلام کرده که من جانباز دفاع مقدس هستم و در واقع تو پام و تو دستم و تنم ترکش بوده. حالا آقای علی نیکی راجب غزاله و آرمان با انتشار یک پست اینستاگرامی اینچنین نوشته: اینجا لازم دونستم که چند نکته رو راجب آرمان و غزاله بگم که تنها برداشت منه و از هیچ منبع رسانه‌ای نیست. آقای علی نیکی این چنین نوشتن: یک، اول اینکه غزاله 19 سال داشت و با یک پسر 16 ساله دوست و رابطه جنسی داشته که این در قوانین بین المللی رابطه بزرگسال و کودک محاسبه میشه و جرایم سنگینی داره. دو، هیچگاه جسد و آلت قتل غزاله پیدا نشد و این هم در قوانین بین المللی نمیتونه محکوم کننده کسی باشه. شماره 3، چندین شاهد از دیدن غزاله در جنوب ایران و دبی خبر دادن که روی اون درپوش گذاشتند. این آقا، یعنی آقای علی نیکی، در شماره 4 این چنین نوشته: دام آرمان زمانی صورت گرفت که اعتراضات اصفهان برپا بود و می‌خواستند افکار عمومی را تغییر جهت بدهند. این هم پست اینستاگرامی آقای علی نیکی در حمایت از آرمان عبدالعالی بوده که به گفته خودش نظرات شخصی خودش رو نوشته. تین عبدالعالی پست اینستاگرامی علی نیکی رو استوری کرد و نوشته: اینم باید عرض کنم که ما به هیچ کس نگفتیم و نمیگیم چیزی بذاره. ممنونم از مردمانی که در افشای حقیقت با ما هستند. اما چرا پدر و مادر غزاله شاکور به آرمان عبدالعالی رضایت ندادن؟ حکم قصاص آرمان عبدالعالی، پسری که غزاله شاکور رو به قتل رسونده بود و جنازش رو در سطل زباله انداخته بود، چهارشنبه دو هفته گذشته پس از چند بار وقفه اجرا شد و موجی از واکنش ها رو برانگیخت. عده‌ای گفتند پدر و مادر غزاله باید رضایت میدادند، به عده دیگر حق رو به آنان دادند و گفتند اگر ما هم بودیم رضایت نمیدادیم. اصل این واکنش ها اتفاق بدی نیست، چون نشون میده هنوز اتفاق بدتر که بی تفاوتی مردم به موضوعات پیرامونی جامعه رخ نداد و رگه هایی از دغدغه مندی همچنان وجود داره. فارغ از این موضوع، بد نیست به روند آنچه از ابتدای وقوع این جنایت تا سحرگاه چهارشنبه در زندان رجایی شهر رخ داد بازنگاهی داشته باشیم. شاید برای موارد مشابه در آینده به کار بیاد و انشالله که هیچ مواردی مشابهی در این زمینه وجود نداشته باشه که بخواد به کار بیاد. ولی باز هم ما 1% را در نظر میگیریم تا تجربه‌ای بشه که دیگه از اتفاقات بد و ناگوار این چنینی پیشگیری بشه. اصل ماجرا چیز جدیدی نداشت. مجادله یک پسر و دختر بر سر رابطه‌ای نه چندان جدی بود که یک لحظه مدیریت این جدال از دست دو طرف خارج شد و زندگی و آینده خودشون و خانواده‌شون با ضربات بارفیکس به سر غزاله نابود شد.
هر روز دخترها و پسرها و زوجهای زیادی از این دست جدالها که بر سر موضوعات بی اهمیتی است جدالهای مختلفی دارند. البته تعداد کمی از اونها رنگ خون میگیره، اما به هر حال این قتل مثل خیلی از جنایت‌های دیگه محصول خشم لحظه‌ای کنترل نشده بود که لزوم مدیریت این خشم و مهارت‌های پیشگیری از چنین اتفاقاتی گرچه بسیار مهمه، اما موضوع این نوشتار نیست. چند نکته پرسش درباره این روند قابل تر هست. 1. از بین این همه قتل و جنایت، ماجرای آرمان و غزاله چه ویژگی خیلی مهمی داشت که باید تا این حد مسئله افکار عمومی می شد؟ آیا جنایاتی مثل قتل سریالی زنان و کودکان بود که ابعاد گسترده‌ای داشت و نیاز به هوشیاری خانواده‌ها داشته باشه؟ آیا جنایاتی اثر فقر و تنگ دستی بود که برای مسئولان و جامعه تکان دهنده باشه؟ آیا انقدر جنایت شایع و رایجی بود که مطالبه جامعه برای اصلاح یک روند را در پی داشته باشه؟ خیر، هیچ کدام از این ویژگی‌ها را نداشت. این پرونده به هر دلیلی صرفاً رسانه‌ای شد و به همین خاطر افکار عمومی را به بحث واداشت. گرچه توجه افکار عمومی به یک موضوع لزوماً بد نیست، اما در چنین رخدادهایی که یک طرف شاکی و طرف دیگه متهم و موضوع بسیار فنی و پیچیده‌ای مثل قتل مطرحه، هجمه‌های قضاوت آلود افکار عمومی گاهی نقش مخرب و غیر سازنده میتونه داشته باشه. فرض کنید یک تصادف اتفاق بیفته و شما یک طرف ماجرا هستید. حالا هر کس راحت میشه و صحنه تصادف رو میبینه، یک نظری میده و نسخه میپیچه و شما یا طرف مقابل رو مقصر میدونه. آدم‌هایی که نظرشون در هیچ جا و هیچ تأثیری نداره و صرفاً نظر میدن که نظر داده باشن. واکنش شما چیست؟ همین رو در مقیاس قتل فرزند ببرید. این حجم از قضاوت و نظر و حاشیه که محصول همان رسانه‌ای شدن بی‌دلیله، هیچ حس و حالی به صاحبان حق میده؟ چرا صرفاً برای این پرونده این حجم از تلاش چهره و سلبریتی ها حتی اخص رضایت شکل گرفت و اساساً چرا باید کسی که فرزندش به شکلی فجیع کشته شده و جسدش هم تحقیر شده به خاطر رامبد جوان و احسان علیخانی و عادل فردوسی پور و بسیاری از چهره‌های فرهنگی و ورزشی از حق قانونیش هم حقی به بزرگی قصاص عامل قتل فرزند عزیزش بگذره؟ همه اونا محترم، اما این چهره ها بجز مشهور بودن که اون هم محصول توجه همین مردم به اونهاست، چه گلی بر سر چه کسی زدن که حالا به خاطر گل رویشون کسی از یک حق بزرگ کوتاه بیاد و بگه چشم به خاطر شما میبخشن. واقعا چهره ای مثل رامبد جوان که موازش در همین روزها حتی خشم خیلی از طرفدارانش رو هم برانگیخته، چه جایگاهی ویژه‌ای داره که کسی به خاطرش بخواد کاری کنه؟ دوستان عزیز، هر آن چیزی که در این ویدیو برای شما عزیزان روایت کردیم صرفاً بر اساس یکی از پیج‌های خبری در اینستاگرام و همچنین سایت‌های خبری بوده که ما به هیچ عنوان نظرات شخصی خودمون رو قید نکردیم و هیچ مسئولیتی رو هم در قبال این گفته‌ها و هر آن چیزی که برای شما روایت کردیم در این ویدیو و ویدیوهای قبلی نداریم. دوستان عزیز، شما نظرتون راجع به ماجرای آرمان و غزاله چیه؟ به نظر شما چرا ماجرای آرمان و غزاله اینقدر در جامعه و فضای مجازی بهش بیشتر پرداخته شد؟ دوستان عزیز، لطفاً در قسمت کامنت ها نظراتتون رو بنویسید که چرا پدر و مادر غزاله با اینکه میتونستن به آرمان رضایت بدن ولی رضایت ندادن؟ و لطفاً بنویسید که آیا نظرات منفی جامعه برای قصاص آرمان توی نظرات پدر و مادر غزاله تأثیر مثبتی گذاشت و باعث شد که پدر و مادر غزاله تصمیم بگیرن که آرمان رو قصاص کنند؟ لطفاً نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید و لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.